من اینجا براتون مثال بزنم و با شکل به شما اثبات بکنم که موضوعی که میخوایم بحث کنیم اصلا چی هست. ببینید، ما اول یک کلوز لوپ داریم، یه اوپن لوپ داریم. کلوز لوپ یا حلقه بسته، که اگه ما این قسمت مراجعه بکنیم، مثلا این الان یک کلوز لوپه، یعنی حلقهش بسته است. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما از این جی خروجی گرفتیم یا آوتپوت گرفتیم، اومده تو اچ، از اچ خارج شده، اومده با اینپوت، در واقع ارور شده، منها شده، از هم کم شده و خروجی رو به صورت تتا یا ارور وارد جی کردی. این یعنی حلقه بسته، درسته؟ ما یه بحث دیگه ای داریم به اسم اوپن لوپ. اوپن لوپ یعنی چی؟ حلقه باز. خب چرا میگیم حلقه باز؟ یعنی که کنترلر نداریم یا اثر کنترلر حذف شده، یا تعریف دقیق ترش، ببینید همه این تعریف هست چون نوع بسته به نوع سیستم. ببینید حلقه باز، الان نگاه بفرمایید، این الان حلقه بازه و این حلقه بسته هست. الان فرق بین حلقه باز و حلقه بسته چیه؟ کاری با فیدبک سیستم نداریم. فعلا میخوام حلقه باز و حلقه بسته رو بفهمیم که چه فرقی با هم دیگه دارن. حالا بریم سر وقت اینکه اصلا ردیابی مسیر چیه، کنترلر مدل لغزشی چیه و چیزای از این دست. خب چیکار میکنیم؟ میایم مقایسه میکنیم اوپن لوپ رو با کلوز لوپ. ببین، وقتی ما در یه پروسسی، یه پلنتی یا یک سیستمی، حالا این سیستم هر چی میتونه باشه، میتونه نیروگاه باشه، میتونه ربات توانبخشی باشه، میتونه هر چیز دیگه ای باشه، یه ورودی داریم که این ورودی حالا میخواد نیرو باشه، گشتاور باشه، وارد میشه و یه خروجی ازش میگیره. خروجی مثلا جابجایی لینک های ربات باشه، جابجایی حالا جابجایی نگیم، مثلا بگیم دمای یه کوره باشه یا یه توربین باشه و خیلی چیزهای دیگه، خروجی مد نظر قرار. حالا اما اگر ما بیایم از این یه خروجی، یعنی از این آوتپوتش یه خروجی بیاریم با این اینپوت مقایسه بکنیم، این دیگه میشه کلوز لوپ. الان کلوز لوپ چه مزایایی نسبت به اوپن لوپ داره؟ شما در کلوز لوپ به راحتی میتونی سیستمت رو، وضعیتش رو بسنجی، ببینی الان سیستم دمای مثلا کوره حرارتی بالا رفته یا پایین اومده، جابجایی لینک های ربات تغییر کرده یا نکرده، چقدر انحراف داشته. همه اینها رو در اثر فیدبک گرفتن یا از آوتپوت یه خروجی گرفتن و آوردن با اینپوت مقایسه کردن، میشه به این معنی در موقع نتایج دست پیدا کرد. حالا یه وقت ممکنه شما از برای شما این سوال مطرح بشه که ما میگیم اینپوت یعنی گشتاور، مثلا برای این ربات هایی که ما بررسی کردیم ورودی هامون گشتاور، میگیم برای این ورودی گشتاور که این بوتش در نظر گرفته بودیم واحدش چی بود؟ واحدش نیوتن متره. ببینید الان من اگر تورک
تورک یونیت بزنم، واحد تورک یا گشتاور در واقع نیوتن متر. ملاحظه میکنید؟ نیوتن متر. خروجی که من از این ربات میگیرم جابجایی زاویه‌ایه که ما در پایان نامه خودمون جابجایی زاویه‌ای رو بررسی کردیم. جابجایی زاویه‌ای در واقع واحدش چیه؟ یا همون انگولار دیسپلیسمنت، واحدش درجه است یا رادیانه. درسته؟ ما اگر این رادیان رو از اینجا یا این درجه رو بگیریم با این ورودی گشتاور نیوتن متر با هم که یکاهاشون یا واحداشون که یکی نیست، چطور میتونیم بگیم که اینا رو با هم دیگه جمع بکنیم، منها بکنیم یا از هم کم بکنیم، بعد دوباره وارد این پروسس بکنیم؟ خب ببینید، من توی این مثال قبلی بهش اشاره کردم، یعنی شکل رو به شما نشون دادم. شما وقتی خروجی آوتپوت میگیری، حالا اینو فرض بکنید این تتای آی باشه تورک یا گشتاور که واحدش نیوتن متره، اگر ما این تتا رو بگیریم یک مبدلی یا ترانسدیوسری اینجا معرفی میکنیم که این مبدل وظیفش اینه این تتا رو بگیره بذاره داخل اون معادله، گشتاورش رو به دست بیاره، بیاره بذاره. این معادله هم معادله هست که در جی تعریف کردیم. این جی در واقع معادلاتی داره که ما اینجا ورودیمون گشتاور بوده، حالا همون معادلات رو آوردیم تو اچ تعریف کردیم که خروجیمون گشتاور باشه. این خروجی گشتاور رو بیاییم با این ورودی گشتاور خارجی از هم کم بکنیم، یه تتا بگیریم یا یه گشتاور بگیریم، اون گشتاور رو دوباره وارد معادلات بکنیم که دوباره بتونیم از اون گشتاوری که به عنوان ورودی وارد کردیم تتا بگیریم و این لوپ هی ادامه داشته باشه، این حلقه هی ادامه داشته باشه تا اینکه ما به اون در واقع هدفی که میخوایم برسیم. درست شد؟ حالا ما بس فهمیدیم کلوز لوپ یعنی چی، اوپن لوپ یعنی چی. ما گفتیم که خب حالا ببینید، کنترل کردن یعنی کلوز لوپ. در کلوز لوپ ها ما دو نوع نگرش داریم. یه نگرش اون اینه که ورودی ما، ورودی اینپوت ما صفر باشه، این یه نوع نگرشه. نگرش دوم این که این اینپوت ما مخالف صفر باشه. اگر اینپوت ما یا اون گشتاوری که به صورت اکسترنال و خارجی به سیستم وارد میکردیم اگر مخالف صفر باشه میشه ردیابی مسیر، اگر مساوی صفر باشه میشه رگولیشن یا رگولاتور یعنی تنظیم کننده. که نهایتش به چی میرسیم؟ وقتی که اینپوت ما صفر باشه گشتاور میاد دوباره وارد این حلقه ما میشه، وارد در واقع پروسس جی میشه و این حلقه ادامه خواهد داشت. وقتی که اینپوت ما صفر بشه اونجا استابلیزیشن به وجود میاد، یعنی پایداری، یعنی سیستممون رو میخوایم پایدار. حالا چه فرقی بین استابلیزیشن و تراجکتوری یا تراکینگ موشن وجود داره؟ خب بیاییم دوباره وارد در واقع گوگل بشیم، دوباره بنویسیم. من می‌نویسم تراجکتوری کلوز لوپ، ببینم چی میاره برام. من یه چند تا نمونه رو به شما نشون بدم، بعدش بریم بررسی بکنیم که اصلا چه اتفاقاتی افتاده. خدمت شما عرض کنم که شکلایی که حالا خیلی به نظر خودم
خوب هستن حالا اینو میبینیم، حالا این هنوز لود نشد. من از همین دو سه تا استفاده میکنم. ببینید خط آبیه اکسپریمنته، یعنی به صورت آزمایشگاهی بهش رسیدن. خط قرمز سیمولیشنه، یعنی شبیه سازی کرد با استفاده از معادلات بهش رسیدن. ببینی اینا هم رو همدیگه افتاده، این یعنی تراجکتوری، یعنی ردیابی مسیر. تراجکتوری اگه شما تو دیکشنری بهش مراجعه بکنی یعنی در واقع ردیابی مسیر. ببینید این نوسان داشته ولی رسیده به اون قرمزه. تو اینجا هم همینطور.